آیا عیسی مسیح رهبر زندگی شما هست؟ آیا در تمامی امور زندگیتان بر او اعتماد دارین؟ کلام مقدس خدا برای ما بسیار واضح میگه که زندگی مسیحی زندگی آسان نیست رهبر ما، کپتان ما، خداوند ما او زخمی شد او را شلاق زدن او مسلوب شد به خاطر ما مرد به خاطر ما کلام خدا برای ما میگه که گرچه از وادی سایه موت نیز راه روم از هیچ بدی نمیترسم زیرا تو با منی کی با من هست تو کسی که رهبر زندگی ماست کسی که عیسی مسیح است بله کسی که زخمی شد او را زدن و او مصلوب شد او در وادی سایه موت رهبر زندگی ماست زیرا تو با منی اصا و چوب دستی تو مرا تسلی می دهد زندگی مسیحی زندگی آسان هرگز نیست ما در این زندگی مسیحی مشکلات زیادی را متحمل خواد شدیم مهاجرت، فقر، گرسنگی، دربدری، و بی خانمان شدن از وطن دور شدن رد شدن تمامی از این چیزها شامل زندگی مسیحی هست هر که میگه که اگر مسیحی شدی دنیا گل گلزار میشه از کلام خدا درکی نداره زندگی مسیحی و اما با ای که خوشی نداره شادمانی ابدی را داره پاولوس رسول در فصل هشتم رومیان از خاطر میگه که هیچ قابل مقایسه نیست درد و رنج کنونی با جلال آینده کلام خدا بر ما امید زنده را میته و اما تا زمانی که ما در این دنیا هستیم ما متحمل تمامی مشکلات مصائب میشیم در یک نه یک حصه زندگی خود مردم های بسیار زیاد هستند تمامی مردم ها مشکلات دعی دنیا دارن در حقیقتش اگر شما مسلمان هستین، مسیحی هستین، هندو هستین، ایتیست هستین، بودایی هستین خوا هر کسی که هستین تمامی ما در یک دنیا زندگی می کنیم و این دنیا خانه تمامی ما هست و اما تنها مسیحی کسی که رهبر زندگیش ایسای مسیح است ای دنیا را عبور میکنه یک روز بالای از این مشکلات یک روز پیروز میشه چون این پیروزی را عیسی مسیح برای ما داده از همه خاطر کلام مقدس خدا برای ما ای را هم میگه حتما نیکویی تو از پشت ما هر روز میآید و یک روز ما داخل خانه یهوا میشم ای وعده خداوند ما عیسی مسیح او گفت که من میرم که مکانی برای شما بسازم و اگر من رفتم ای مکان ساختم دوباره بر میگردم تا جایی که من هستم شما هم بانین و در او جلال دیگه ما مشکلات هرگز نمی داشته باشیم و اما در این دنیا چون ما پیرو خداوند سای مسیح هستیم او مضروب شد او زخمی شد او مصلوب شد او مهاجر شد او را شلاق زدن پس ما نمیتانیم که بگوییم از او که ما بهتر هستیم بعضی کسا ای دلیل میارن که زخم های ما را او برداشت تا که ما زخمی نشویم نه در این دنیا نه زخم های ما را او برداشت تا که ما در آسمان دیگر زخمی نباشیم تا که برکات روحانی را برکات جلال برای همیشه امید جاودان برای همیشه داشته باشیم مسیحیا در زندان هستند مسیحیا گردن بریده میشن پس ما چی بگوییم آیا خداوند باوا نیست نه خداوند باوا هست از همه خاطر است که با وجود از ای که ما از دره موت گذر میکنیم عصا و چوبی دستی او با ما هست و ما را تسلی می و میگه ای فرزند ما ای فرزند ما یک روز ای را عبور می کنی یک روز در جلال می رسی در برنامه فردا ما در مورد عظمی از کلام مقدس خدا صحبت می کنیم لطفا در دعا باشین لطفا در دعا باشین که خداوند با کلامش کتی تمامی ما و شما صحبت بکنه زندگی مسیحی زندگی آسان نیست و اما در رهبری خداوند ما عیسی مسیح اگر او کپتان زندگی ماست اگر او رهبر زندگی ماست او برای ما فیض عطا میکنه تا که ما بر هر مشکل پیروز باشیم چون خداوند ما پیروز است آمین